به حضور دوستان، علاقمندان و هواداران صفحه سود در یوتیوب عرض ادب و احترام میکنم. بسیار خوشحالم خدمتتون هستم. با افتخار و دقایقی میتونم در خدمتتون باشم. از این طریق واقعا پیام هایی که شما به ما ارسال میکنین، کامنت هاتون، انتقادات سازندتون به ما دلگرمی میده و از این بابت من و همکارانم بسیار خوشحال هستیم که میتونیم توی فضای مجازی، توی صفحه سود در یوتیوب و وبسایت فوتبال در این با شما یه چت درجه یک داشته باشیم. موضوعی که من براتون امشب مطرح کردم، میخوام مطرح بکنم و دقایقی باهاتون صحبت بکنم درباره توهین، میخوام بگم اسمش چی بذارم، یاوه‌گویی بگم، فحاشی بسیار زشت یک روحانی به علی کریمی و فقط علی کریمی رو از دم تیغ نگذرونده، فوتبالیستا رو، چون اشاره داره میکنه اسم علی کریمی رو نیورده، اما کدهایی که داره میده علی کریمیه دیگه. یعنی این روحانی، این همه جمعیت هم نشستن پای سخنرانیش در شبهای محرم، تاسوعا، عاشورا، من نمیدونم، امام حسین خودشون دارن میگن که در مکتب امام حسین و درسی که امام حسین به پیروانش داره میده این که حداقل میگه اگه امام حسین میفهمه اگه دین ندارید حداقل آزاده باشه. یعنی آزادگی، انسانیت، شرافت، اینها به گفته خودشون و توی کتاب‌ها و هر جایی که هست میگن راه امام حسین اینه. اما توی روحانی، شمای روحانی که اونجوری دارید صحبت میکنید، مردمی که پای منبر شما نشستن، توی روزهای مقدس محرم، عاشورا و تاسوعا اینجوری فحاشی میکنی، توهین و دشنام میدی، به نظر من لیاقت بیش از این نیست. یعنی من تأسف میکنم واسه اون افرادی که میان پای منبر، حالا این ملا یا این آخون یا این روحانی رو من مثال میزنم چون در موردش ما صحبت بکنیم، این اومد بست و گسترشش میدن به این همه روحانی و افرادی که حالا چه تو محرم، چه تو ماه رمضان، چه جاهای دیگه یه دکون دستکی واسه شون درست شده، یه کاسبی درست شده واسه شون، میلیارد ها تومان دارن پول میبرن و اینجوری دارن حرفهای زشت و ناروا میزن. آقای علی کریمی برای همه مردم شناخته شده است، یه فوتبالیست درجه یک، مارادونای فوتبال ایران، محبوبیت بین مردم داره و از خود و جنس مردم. بارها و بارها هر زمانی که مردم بهش احتیاج داشتن اومده وسط میدون و از مردم حمایت کرده. توی انتخابات 88 اون دستبند سفید و بازی ایران و یادتون باشه بازی کره جنوبی، اون چند تا بازیکنی که بستن دیگه، بعد از اون اتفاقات بود که علی کریمی رفت تو لیست سیاهشون. یا خیلی موقع از کولبرا حمایت کرده، از کارگران حمایت کرده، از مردم حمایت کرده که این روزها با هزار مسئله و مشکل اقتصادی و سفره‌های خالی روبرو هستن. آقای علی کریمی، بوریا قفوری و علی دایی و خیلی از ورزشکاران ایران اگه از مردم حمایت نکنن پس کی باید حمایت میکنه؟ شما روحانی بی سواد، من میخوام شما بگم ابله، عذر میخوام من به شما، چی من نمیدونم چه واژه‌ای به کار برم که برازنده شما باشه. علی کریمی داره اشاره میکنه که آقا استوریشم روی صحبتهای من دوست خوبم شروین حتما کپشنشو میذاره. آقا داره حرف درستی میزنه، میگه مردمی که الان با هزار مشکل و مسئله گرانی و فساد افسار گسیخته که مردم مسئولان دست به گریبانن و پول دارو و درمان ندارن، حالا بحث هر کسی عقیده تو مذهب، بحث هر کسی عقیده خودش داره، اصلا به کسی هم ارتباط نداره، میخواد نزد بده، میخواد مذهبی باشه، هر چیزی باشه، علی کریمی میگه که اون مردمی که الان پول ندارن برن پول درمان بدن، بعد شما قضای نظری میاد درست میکنید، بعد میخواد شفا هم بگیرید. بابا هر کسی آزاد عقیده شو بگه، علی کریمی از مردم داره امباد میکنه، شما روحانی که اون همه آدم پای منبرت نشستن، شما چجوری به خودت اجازه میدی به یه انسان، به یه ورزشکار، به یه قهرمان، به کسی که مردم دوستش دارن توهین بکنید؟ یه بخش کوتاهی از صحبتهای این روحانیت
من نمیدونم اسمشو واقعا چی بود، نمیخوام حرف بدی بزنم، اما یه روحانی به شدت بیلیاقت که تأسف میکنم واسه مردمی که رفتن پای صحبتهایی. حالا این آدم رو ما در این صحبتهاشو پخش میکنیم، بسیاری هم مثل همین امثال همین روحانی. این صحبتها رو با هم ببینیم. یه بیشرفی توییت کرده که میلیاردها پول هزینه میکنید برای نظری، میلیاردها پول نظری میدید که همه تون جمع بشید یک دونه مریض رو بگید خدا شفاش بده. خب این پول بدید اونو درمان کنید، اینقدر میلیاردها پول نظر نکنید. بیشرف، ما میلیاردها پول نظری نمیدیم که مریضمون شفا پیدا بکنه. تمام شیعه در تمام دنیا برای شفای مریضانشون اقامه عزا میکنن که تو نادان احمق مثلا میگی که آقا هی میلیاردها خرج میکنید، خب اینو پول بدید یک کس رو درمان کنید. نوبت به فوتبال شما چهار تا الدنگ سلبریتی که میرسه، خود بیشرف چقدر پول گرفتی؟ مربی ها چقدر پول میگیرن؟ چند میلیارد میگیری توی این مافیای فوتبال؟ کثافتی که در مافیای فوتبال برپا شده که خودتون هم دارید میگین، همه خلق هم دارن میگن افتضاحش اینه. واقعا جای تاسف داره. شما به جای این که بیای از مردم حمایت بکنی، از ورزشکاران و سلبریت های حمایت بکنی، سلبریتی های حمایت بکنی که میان و از حق مردم دفاع میکنن، از درد مردم میگن، شما میای با اون واژه های سخیف، با اون دشنام هایی که تو این شب های محرمی که همه میرن پای منبر میرن عزاداری که یه کمی حالا سبک بشن برن توی فضای روحانی، شما اینجوری می صحبت بکنید؟ به چه اجازه ای شما به یه ورزشکار توهین میکنید؟ به چه اجازه ای به مردم ایران توهین میکنید؟ فوتبالیست ها مگه چیکار کردن؟ این همه دزدی ها، این همه فسادی که شما توی این مملکت راه انداختی، یک هزارم شد افراد دیگه ای ندارن. چه میخواد فوتبالیست باشه، چه میخواد هنرمند باشه، چه میخواد هر سلبریتی باشه، شما دست به هر کاری که به هر چیزی که اراده بخواید بکنید بهش دسترسی دارید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تمام منابع مملکت در اختیارتونه، تمام امکانات در اختیارتونه. شما فقط همین آقای روحانی رو یا همین مدعایی که الان دارید میبینید، برید ببین برای هر شب محرم چقدر دارن پول میگیرن. مگه میشه یه مدعا مسلح باشه؟ مگه محمود کریمی، حاج منصور ارضی، اون سعید حداد و افراد دیگه نیستن؟ برید ببینید بیزینس‌هاشون سالی چند صد میلیارد فقط براشون درآمد داره. همین روحانی، شما برید یه سرچ جستجوی بکنید آمارش در میاد که برای هم هر منبری که میره چقدر داره پول میگیره. بعد یه همچه آدم بی مصرفی، یه همچه آدم با سطح فکر وحشتناک پایین میاد اینجوری تو مجلس امام حسین به امثال علی کریمی، فوتبالیستا و افرادی که مردم دوستش دارن توهین میکنه، واقعا خجالت داره. علی کریمی اگه از مردم دفاع نکنه کی باید حمایت بکنه؟ تو همین هفته قبل توی برنامه فوتبال برتر تصویر وریا غفوری رو برشن سانسور کردن. این همه توی مملکت داره فساد و فحشا و گند مدیران و مسئولان در اومده. همین شما روحانی یه بار اومدی بگی که شما چرا به اون مسئول اومدی بگی چرا داری دزدی میکنی، چرا سفره های مردم خالی است؟ همون مردمی که پایین منبر شما هستن، خیلی هاشون سال یک کیلو گوشت ندارن بخرن. خب علی کریمی از اونها اومده حمایت کرده، میگه اون بیماری که الان خانوادش دست به گریبان و پول نداره برای درمانش، شما اصل قضیه رو ور کردی، چسبیدید به فرعش، وای بر شما. این کمترین کاریه که امثال علی کریمی میتونن واسه مردم دردمند ایران بکنن تو این روزا. علی کریمی از زمانی که من یادمه، گفتم از بعد از انتخابات 88 اون دستبندهای سبز رو تو بازی با کره بستن و از دستشون در نیاوردن، گفت جاهای دیگه از کولبران حمایت کردن، از هر زمانی که تونستن استفاده کردن و از مردم حمایت کردن، حرف دل مردم زدن، مسئولان و مدیران تو اون مملکت بجلوشون وایستدن. حالا اگه توی روحانی، شمای روحانی رو دارم مثال میزنم که در مورد میخوایم صحبت بکنم توهین سخیف رو کردی،
اگه یه سمتی توی مملکت داشتی باز میگفتیم یه عددی هست. آخه شما کی هستی؟ من دیدم تو فضای مجازی دمشون میگم خیلی از خبرنگارا و کارشناسا و دوستان من حمایت کردن از علی کریمی، حمله کردن به این روحانی نما. اصلا من نمیدونم اسمشو چی میخوام بزنم، نمیخوام حرفی بزنم که بعدن میگم چرا این صحبتو کردم، اما من به این روحانی میگم، به این به این به امثال این روحانی و به اون مسئولی که تو اون مملکت فساد تا بی نهایت برده جلو و سفره‌های مردم خالی کردن، به کوری چشم شما امثال علی کریمی توی مملکت محبوبن، امثال علی کریمی، علی دایی، وریا غفوری و بسیاری از سلبریتی هایی که با مردم هستن، تو دل مردم جا دارن، محبوبن. شما هستید که باید یه فکری به حال خودتون بکنید. مردم این افراد رو دوست دارن. وقاحت حد و مرز نداره که یکی از اون کسی که وقیحه شما هستی که اینجوری داری با قهرمانای مردم صحبت میکنید و حرف میزنید. واقعا شرم بر شما. دوستان خوبم ما رو همراهی کنید. عذرخواهی میکنم یه خود تون شدم به خاطری که دیدم یه همچین توهین این روحانی که دشنام و فحاشی در این شبهای محرمی که حالا مردم اعتقاد دارن و میرن پای صحبت ها و منبرهای چه روحانی چه مدا. مردم اینها هیچ دل سوخته واسه همون امام حسین هم ندارن، مطمئن باشید، یعنی به همون چیزی هم که دارن میان اعتقاد ندارن. قهرماناتون رو حمایت بکنید، مطمئنن اونها و شما آینده ایران برای آینده ایران شما میسازید. واقعا اون جوانایی که الان توی مملکت دارن صدای منو میشنون، حمایت کنین از قهرمانتون، مطمئن باشید آینده از آن شماست. شب و روز بر شما خوش.